اگر غیبر میفهمید به او را کشته شد، به او را کشته شد، پس خودی خور قتل نفس کرد. پس از این بیشتر ای اتهام ها به بزرگان دین، به امامان دین، به این شخصیت ها واقعا جفای در حق بزرگان. ای پیامبر میرسانه که این شما متوجه باشین که او علمی که خدا داره هیچ کس نداره. بیشتر هفته گذشته گفتم که هیچ کس غیبر نمیدانه که از اینجی بفهمه که به قندهار چی گفته، از قندهار چی میکنیم، که از پشت همین دیوار نمیفهمه کسی که چی گفته. گفتم از پیامبر هیچ کس بزرگوارتر هم نمیشه، با تقواتر هم نمیشه، انسان و شخصیت بهترتر هم نمیشه. پیامبر پیامبره. حضرت سعدی حرف را خلاص کرده، لا یمکن الثناء کما کان حقه. بعد از خدا بزرگ تویی، قصه مختصر، بعد از خدا تویی ای پیامبر، اما صفات خدایی نداری. بزرگ بعد از خدا تویی، اما صفاتی که خدا داره تو نداری. تو رحیم هستی، رؤوف هستی ای پیامبر، مهربانی، اما مهربانی تو چندیه؟ به قزوه بدر، وقتی مسلمان ها به قزوه احد ببخشیم، به قزوه احد مسلمان ها همون 50 نفر عبدالله ابن جبیر نافرمانی رسول خدا کردن. بعد از این که همون منطقه ترک کردن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ گفتن این صحابه دیگه دم روم نیاین، دیگه اینا رو نبینم، با اینا دیگه مشورم نمی کنم. اینها نافرمانی کردن. چی میگه الله سبحانه و تعالی؟ ولو کنت فظا غلیظ القلب، ای پیامبر غلیظ القلب نباش، لنفضوا من حولک، اینا از اطراف تو فرار میکنن، فاعف عنهم، عفو کن اینار، واستغفر لهم، آمرزش بخوا، و شاورهم فی الامر، با اینا مشوره کن. تا حتی در روایات میاره، گنجنامه حضرت پیر هرات قدس الله سره العزیز بیان میکنه که قصه مسئله افکر، پیامبر اگر غیبر میدانستن حضرت عایشه صدیقه بر اینا تهمت کردن، مدت یک ما رسول خدا غم میخوردن، چرا نمیفهمیدن که حضرت عایشه پاکه؟ تا اینکه الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها چندین آیه در سوره نور نازل میکنه و قلب رسول المعظم اسلام چی میشه؟ بعد اینج اطمینان پیدا میکنه که عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها با عزت و با عفت بودن. در اینج خواجه انصار چی زیبا نقل میکنن، میگن ای محمد به صحرای محشر ما تعداد از بنده ها خور برای تو نشون نمیدیم، به تو نشون نمیدیم. چرا نشون نمیدیم؟ به خاطری که اگر تو از گناهان بعضی امت خبر شی، تو اونار شفاعت نمی کنی، ما اونار میبخشیم، بنده ها ما هستن. این رحم خدا، شفقت پروردگاره. ای پیامبر، عایشه ای که عزیز دل تو بود، برای تهمت شده بود، یک ماه از او آزرده بودی، اگر گناهان بندگان را به تو واضح کنم، شاید به صحرای محشر یکر نگذاری به بهشت برم. این رحمت پروردگاره. پیامبر بعد از خدا بزرگ، اما صفات خدایی نداره. خدا خدایه، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی به خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم رهنمایی، لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، همه توحید تو گوید. اینه که این آیه میگه ولا یحیطون بشیئن، به علم خدا هیچ کس احاطه نداره. خدا خدایه، هیچ کس را نمیتونیم بگیم که نعوذ بالله مثل خدا، لیس که مثلی شی و هو السمیع العلیم. ای بیرون از وهم و قال و قیل من، نسبت به خدا مولانا میگه ای بیرون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، که مثال بزنم که خدا چیگونه چیزیه و چیگونه علمی داره. مثال زده نمیشه، لیس که مثلی شی و هو السمیع العلیم. پیام هشتم، حکمت و قدرت او محدود نیست. وسیع کرسی و السماوات، حکمت خدا و قدرت خدا محدود حد نداره. وسیع کرسی و السماوات، کرسیی که از زمین و آسمان بزرگه، خدای تبارک و تعالی حافظ و نگهدار و بالاخره حفظ کننده و نگهدارنده کرسی و سماواته. زمین از خدا، آسمان از خدا، عرش از خدا، فرش از خدا، عرش از خدا، بهشت از خدا، دوزخ از خدا، همه ملک خدا، همه انسانها، حیوانات، جنیات، اشجار،
همه اینها ملک خدا و از خدا، همه اینها در تحت تصرف الله سبحانه و تعالی. پس ای آیه متوجه می سازه که دوست داری با یک قدرتمند ارتباط برقرار کنی؟ خیلی بعض افتخار میکنن که والی و قمندان و رئیس و جمهور و فلان و فلان و فلان دوست منن، آشنای منن، بالاخره با اونا ارتباط دارن. دوست داری با او ذاتی که همه در ید بلاکیف اوست، قدرت او محدود نیست، با او ارتباط برقرار کنی؟ ارتباط با الله چیگونه؟ نه پاسپورتی میخواه نه ویزه. چی؟ دو رکعت نماز به حضور الله سبحانه و تعالی استاده شو. الصلاة معراج المؤمن، این نماز تو هواپیما و تیاره است که تو را می نشانه و حرکت میده رو به طرف خالق تو و رو به طرف ملأ الاعلا، به او جایی که صفوف ملائکه و بندگان مقرب درگاه الهی می باشند. دو رکعت نماز. پس با حکمت و قدرت ارتباط برقرار بکن که همیشه پا بر جا هست. هیچ وقت به دنیا به دردتو میخورد، به آخرت به دردتو میخورد، به عالم برزخ به دردتو میخورد، با الله ارتباط برقرار کن. نهم، کسی که از هستی حفاظت میکند، پس میتواند از من و تو و از همه خطرات من و تو را حفظ کند. این آخرین پیام آیت الکرسی. میگن از قدیم شنیدیم که میگن یک بسم الله صد جن یک بسم الله، اما این صد واسه مبالغه، هزارها جن یک در دستای خود دم کنه، به اصطلاح کوف کنه، به روحو بکشه، او تا صبح آرام بخوابه، فرشته و ملائک رو حفظ میکنن و شیاطین همه گریزان هستن. در روایت دیگر میاره که هر کس بعد از نماز فرض، بعد از فرض آیت الکرسی میخونه، چند چیز تلخی جان کندن آسان میشه. یک، و او انسان رهسپار بهشت میگردانه و سیمای انسان نورانی میگردانه. چقدر کارهای ساده آسان، اما ثواب چقدر، مزد چقدر. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده تا اینکه همه اعمال ما، زیارت رفتن ما، تلاوت ما، نماز ما، همه مطابق به دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. الله سبحانه و تعالی جمیع مریضان شفای عاجل عنایت بفرمایه که درخواست دعا نمودن، جمیع اسرا کسانی که بیگناه و ناحق بندی شدن، الله سبحانه و تعالی اونها را از اون زندانی که رفتن اونها را صحیح و سالم به خانه و کاشانهشان بر بگردان. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده تا اینکه احکام اسلام و احکام قرآن را درست